ببین ورزشکار ببین میگه سلام دوستان، امیدوارم هر دو کسید خوب و خوش سلامت باشید. با جلسه دوم و چهارم تمرینات با کش در خدمت شما هستیم. این تمرینات برای سطح مبتدی هست و کسایی که تازه میخوان ورزش شروع کنن و نمیفهمن چجوری تمرین کنن و چه حرکت انجام بدن و چطور انجامش بدن، این تمرینات برای اونا مفیده و تمرینات ترکیبیه. من گفتم با کش، ولی بعضی حرکت ها هست که با وزن بدن و فشار خوب میاره و تو این برنامه ما این حرکت ها رو هم داریم و این تمرینات رو میتونید تو خونه انجام بدید و یا پارک، هر جا که دوست داشتید. و همراه مرتضی جان هستیم. تو جلسه قبلی هم که دیدید تمرینات روز اول و سوم ما با هم انجام دادیم و امروز هم اومده که بریم برای جلسه دوم و چهارم. اوکی، لسکو بریم شروع کنیم با حرکت شنا سوئدی یا همون سینه کشی خودمون شروع میکنیم و میریم با هم شروع کنیم. من توضیح میدم هم به حرکت. خب شنا سوئدی رو میتونید کشو بذارم، سوئدی رو میتونید رو زمین انجام بدید و یا با این دست ها انجام بدید. فرقش چیه؟ وقتی رو زمین انجام میدید مچ دستتون به این حالت و فشار بیشتری روی مچ دستتون میاد، ولی وقتی که با این دست ها انجام میدید مچ دستتون صافه و فشار دیگه از رو مچ دست برداشته میشه و مستقیم میره روی عضله. بعد کسایی هم که تازه میخوان شروع کنن حتما قبل تمرین 5 دقیقه 10 دقیقه حرکات های نرمش و کششی انجام بدن که بدنشون گرم بشه. حتی اگر نمیدونید چجوری این حرکات ها رو انجام بدید میتونید توی کانال چک کنید، ویدیوش اینجا میذاریم، میتونید کلیک کنید برید توی کانال و ویدیو گرم کردن رو ببینید. و میریم برای حرکت. تو شروع میکنی؟ من شروع کنم. خب با دسته اینجوری میریم، فاصله نه خیلی باز باشه نه خیلی جمع باشه، تقریبا توی حالت و حرکت میریم به این صورت. اوکی کام آره زاویش همونجا خوبه. اگه فکر میکنی دستای تو بزرگتر، اگه فکر میکنی میتونی باسر بگیری باسر بگیری، مشکل نداره. این نکته بگم که اگر آرنج با سرشونه توی یه خط باشه فشار بیشتر روی شونه هاتون میاد، مفصل شونه تون، و این یه ذره خطرناکه. پس سعی کنید آرنج ها یه ذره عقبتر از سرشونه باشه که فشار روی سینه بیاد و موقع انجام حرکت سرتون رو بالا بگیرید، سرتون رو خم نکنید برید که سینه تون بیشتر درگیر باشه. انشالله برو. اگر میبینید سنگینه و نمیتونید حرکت رو برید دفعه اولتونه، میتونید زانوتون رو بذارید روی زمین اینجوری و حرکت رو شروع کنید. تقریبا فشار نصف میشه تو این حرکت و این هم از حرکت اولمون. برای حرکت دوممون حرکت کش خم و این حرکت رو میتونید تک برید و جفت حرکت به این صورته. زانو میشکنه، کمر تو حالت شیبدار به زمین و دستا رو جمع میکنید میاید عقب و میرید جلو به این صورت. اینو میتونید جفت برید و یا میتونید تگ برید، هر جور که دوست داشتید. اصل فشار برای زیر بغل هم مرتضی دنبال خودت. آره زانو رو میشکنی. اوکی کمر صاف. اوکی یه ذره بیا بالا شیبی تو درست کن. اوکی برو. اوکی بده جلو. نه تقریبا اینجا بیا. اوکی برو بده جلو، دستا صاف شه، کش بده زیر بغلت. سعی کنید فاصله کشتون رو تنظیم کنید. اگر میبینید کش خیلی سبکه براتون، یه ذره عقبتر بیاید سنگین تر میشه و یه ذره جلوتر برید سبکتر میشه. تو حرکات بدنسازی برای کسایی که تازه شروع میکنند سنگین زدن مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره، مهم اینه درست حرکت ها رو انجام بدید و دقیقا به همون نقطه که میخواست فشار بیاد. سلام. اوکی هلا چیزی حس کردی یا نه؟ دیگه میتونیم دو تا کنیم، ما فقط خواستیم حرکت یاد بگیرم بعدش سنگین ترش میاد. اوکی کش اضافه میکنم همینه تقریبا حرکت به همین صورته. ما
ما فقط توضیح میدیم دیگه، حرکت ها رو انجام نمیدیم، میگیم سه ست پشت سر هم انجام بدیم، ویدیو طولانی میشه، فقط حرکت ها رو توضیح میدیم، شما خودتون میتونید تکرار رو انجام بدید دیگه تو خانواده. آره تعدادش ها. این تعدادش بین 8 تا 10 8 تا 10 بهترین تکرار ها برای عضله سازی یا هایپرتروفیه، و کسایی که میخوان عضله سازی کنن بین این تکرار ها حرکت ها رو میتونن انجام بدن، ولی بسته به وسیله که استفاده میکنید داره. یعنی وقتی تو وسیله سنگینی نداره که تو اون 8 تکرار یا 10 تکرار بتونی اون فشار رو بیاری به عضلات و مجبور از تکرارهای بیشتر استفاده کنی جایگزین این کار، و میتونید تا 12 15 تکرار برید تا اون فشار به عضلاتون وارد بشه، هیچ اشکال نداره. برای حرکت نشر جانب، نشر جانب رو میتونید اینجوری برید، کش زیر پاتون میذارید و صاف وای میسید، حرکت میرید به این صورت. این حرکت برای قسمت سرشونه میانی، این قسمت سرشونتون فشار میاره و حرکت خیلی خوبیه. اگه میخوای شونه های پهن و بزرگ داشته باشید حتما این حرکت انجام بده، چون عرض شونهاتون بزرگ میکنه. سعی کنید کش از توی هم رد کنید، اینجوری فشار بهتر میاره تا کش از بغل باشه. عالی. شونه آرنج و مش توی خط باشه، وقتی میاید بالا از این زاویه بالاتر نره. برو ماشاءالله. یک ثانیه مکس بالا، بعد یواش میایم پایین، ول نمیکنیم حرکت رو، فشار کامل بیاد. براو. 10 تکرار بیشتر نمیریم. چند شد؟ 9. و اینم 10. اوکی. اینم از حرکت نشر جانب و میره سراغ حرکت بعدی. اوکی دوستان، میریم برای حرکت زیر بغل قایقی. جمع و برای انجام حرکت باید کش به اونجا نصب کنید، روبرو یه ذره پایین‌تر، و تا جایی میاد عقب که فشار خودتون تنظیم کنید دیگه. پا جفت باشه و زانو یه ذره بالا باشه، کمر صاف، بعد دستون رو به این زاویه نگیرید، به این زاویه بگیرید. اوکی. به این صورت و جمع میکنید، میرید عقب، یک ثانیه مکس میدید جلو. فقط سعی کنید کل تمرکزتون رو عضله زیر بغل باشه و فقط از این عضله کمک بگیرید موقع انجام حرکت. به این صورت بیا. چهار ست 10 تکرار. خیلی راحت بشین، راحت باشه که خونه خودته. کمر صافه الان؟ کمرم درسته؟ آره کمر صافه. جمع اوکی، بده جلو. حالا یواش با تمرکز دقت کن، بیشتر از زیر بغل کمک بگیری در انجام حرکت. آفرین. آره دقیقا برام میگه قایقی. حالا حرکت به این صورت میره، عضله اصلی درگیر توی این حرکت عضله زیر بغله، و میریم سراغ حرکت بعدی. اوکی بچه ها، میریم سراغ حرکت فیس پول. حرکت فیس پول برای عضله پشتی و سرشونه از پشت فشار میاره. حرکت رو به این صورت میریم، کشو میگیریم میندازیم به دور ستونی، درختی، چیزی، یه چیزی باشه، فقط کشو بهش بندازی و حرکت رو بتونی بری. خب تا زاویه صورت کشو میاری بالا، بیا بالا. اوکی. و به این صورت کشو میکشی، برمیگردی سر جاش طرف صورتش، چون فیس پول اسم انگلیسیشه که میشه کشیدن به طرف صورت، اسم حرکت به فارسی. و نگاه میداریم، یواش میری جلو به این صورت. اوکی ببینم چیکاره مرتضی. بیا یه میزو پر بچسبونیم به صورت. اوکی همونقدر تا جلو صورتت میای، از سرت رد نکنه دستت، تا جلو صورت. اوکی موقعی که آره قشن فشار رو اینجا حس میکنه، یه قسمت سرشونه از پشت و عضله پشت. ماشاءالله. عالی.
دست رو خیلی پایین نگیرید، یه ذره بالا میگیرید به این صورت. دوازده تا ده تا باید میرفتیم. نه دوتا اولش دیگه توزی بود زیاد، زیاد فشار نیاوردم. اوکی اوکی بچه، اینم از حرکت فیسپول. میریم سراغ حرکت سرشونه سیمکش و کشو میذاریم زیر پامون، حرکت به این صورت میریم. میریم بالا، قبلی که دستان بخواهدتون تا این زاویه دستان نزدیک میکنیم و میایم پایین. دست از بغل حرکت میکنم، دست نمیاد اینجا، به بغل بدن و میریم بالا، همون رو میایم پایین تا زاویه گوشامون، دستان میاد پایین و میریم بالا همین. اوکی حاجی، تو زانو بزن، تو قدت ماشاءالله قدت بلند باشه، کش زیاد کش نمیاد، هم مشکل میشه برات، میتونی زانو بزنی و حرکت رو بری. ماشاءالله برو. اوکی عالی، حرکت خیلی راحتیه و فشار رو قسمت سرشونه است، سرشونه رو درگیر میکنه، عضله سرشونه رو. تکرار هم میتونید 4 ست برید، 10 تکرار. عالی، چند شد؟ 10. فشار میاره؟ خیلی خوبه. دوتا ببنده نمیتونید بچه ها. میریم سراغ حرکت فلای، فلای با کش. به این صورت میتونید حرکت انجام بدید، خیلی حرکت ساده ایه و این حرکت برای عضلات پشتی فشار میاره، بیشتر فشارش هم رو سرشونه از پشتونه و مرتضی الان حرکت رو میره. برو حرکت مرتضی. ای والدش این بر نرم و کادر میرم برو. به به عالی، چون حرکت ساده نکات زیادی نداره که بخوام توضیح بدم، فقط کشو میکشه همه. مکس یس، حتما مکس کنید آخرش، اون یه ثانیه آخر که مکس میکنی فشار بیشتر میاره روی عضله. عالی، ده تا شد؟ اوکی، خسته نباش بچه. میریم سراغ حرکت آخریمون، حرکت شکم هست و حرکت رو به این صورت باید برید. توضیح بدم بهتون کجاست کش. اینو میتونید با کش برید و بدون کش. خب بدون کشش اینجوریه، زانو رو میاره بالا، این زاویه میخواه و تا این زاویه میای بالا، بعد برمیگرد سر جات همه. و با کشش اینجوریه که سخت‌تر میشه حرکت، یه ذره کش فشار میاره ولی حرکت همه به این صورت. اینو میتونید انجام بدید و تعداد تکرارا 15 تکرار تا 20 تکرار میتونید انجام بدید و اگر دفعه اولتون با کش سخته میتونید بدون کش انجام بدید، جلسه دو بعدی که حرکت انجام دادید با کش. اوکی آره. و این حرکت فقط به قسمت بالایی. آره یه ذره بیا بالا، زیر گوشت نگیر، بیا بالاتر. مش اینجوری بگیر، راحت تر بگیری مچ دست. خب اوکی آقا برو. این حرکت فقط به قسمت بالای شکم فشار میاره، فقط نه بیشتر به قسمت بالای شکم فشار میاره، دیگه جا بقیه جا شکم درگیره ولی بیشتر برای اون قسمته. اگر میخواید حرکت شکم رو کامل انجام بدید و بعد این برنامه تمرینتون میتونید آخر برنامه انجام بدید، ویدیو تمرینات شکم تو کانال هست، بالا پایین چپ راست پهلو کل زاویه شکم رو تمرین دادیم و توضیح دادیم، تو کانال هست میتونید برید ببینید، ما لینکش میذاریم پایین توضیحات و همینجا شاید تگش هم بذارم، میتونید برید کلیک کنید پیداش کنید. و مرتضی چند شد؟ 11. تو میتونی. آره 15 تکرار میریم. 14 15 بس. آقا گود جاب، بیا بالا، خسته نباشی. تمرین امروز تموم شد،
حتما شما امتحان کنید و نتیجه شو توی کامنت ها برامون بگید. حالا اگر مشکل داشتید، اگر خوشتون اومد، اگر سوالی داشتید میتونید پایین کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما حتما ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگر تا هنوز تو کانال ما مشترک نشدید و از این نوع ویدیو آموزشی خوشتون میاد، برای دریافت ویدیو بیشتر میتونید توی کانال مشترک بشید و زنگوله رو بزنید که خبرش براتون بیاد دیگه ویدیو جدید گذاشتیم. اوکی، تا یه ویدیو دیگه، خدا یار نگهدارتون، بای بای.